سرتاسر کره خاکی مبارک و سلامت باشه. هر جا که هستید دعا میکنیم که شادی حضور خدا رو در دلهاتون تجربه کنید و به طور خاص در این ایام مبارک، ایام پنتیکاست، ایام نزول روح القدس، جایی که خداوند کلیسای خودش رو محبت کرد و از قوت خودش کلیسا رو تجهیز کرد، این ایام رو پیشاپیش به شما تبریک عرض میکنم از طرف خودم و کل خانواده هفت و امیدوارم که اون دسته از شما عزیزانی که هنوز این تجربه رو نداشتید در این رفاقت و شراکت و نزدیکی و مشارکت با روح القدس نبودید، دعا میکنم که به نام عزیز عیسی مسیح تجربه جدید رو امروز و امشب دریافت کنید. امشب شبش عزیزان به آینده موکول نمیکنیم، خدا آماده است که ما رو برکت بده. شما چطور؟ آماده هستید برکت رو دریافت کنید؟ من آمین رو در بعد روح و در آسمان از هزاران هزار نفر شنیدم. آمین، آمین و آمین. اما امشب مهمان بسیار عزیزی داریم و در خدمت شما گرامیان هستیم با برادر عزیزم کشیش ناصر جلالی. میذارم اینکه خودشون خودشونو معرفی بکنن و بگن از کجا تشریف آوردن و بعد در خدمت شما هستیم با هم گپ و گفتگو خواهیم داشت. بفرمایید برادرم عزیزی. درود به یکایکتون. من کشیش ناصرم، شبانه کلیسای رستاخیز ایرانیان در آتلانتا، و خوشحالم که این فرصت هست که با هم باشیم در کنار هم خداوند رو پرستش کنیم. خدا رو شکر، باعث افتخار ماست. مرسی که تشریف آوردید. این نوید رو هم به شما عزیزانم بدم که امشب برادر در واقع در قسمت موعظه و کلام خدا پیغام رو برای ما خواهند آورد و ما رو خوراک خواهند داد. پس آماده باشید. یه چیزی حدود 29 دقیقه دیگه، بچه‌ها الان زمان رو برای ما رو صفحه خواهند گذاشت، یه چیزی حدود 28-9 دقیقه دیگه مهمان خانه‌های گرم شما خواهیم بود. بله 28 دقیقه و یه پای سپایه جلو تلویزیون من نمی‌بینم متأسفانه عدد رو. بله 28 دقیقه و 11 ثانیه دیگه کلیسای هفت شروع خواهد شد. یه مهمان ویژه دیگه هم داریم، سورپرایز الان نمیگم. ما سعی کردیم در این ایام پنتیکاست، خلاصه یعنی خدا محبت کرد که شما عزیزان سورپرایز اندر سورپرایز بشید و چقدر جالبه. یاد اون ضرب المثل میافتم، میگن یه نفر دختری رو دوست داشت و اسم دختر نوری بود و یه روز رفت در خونه، فکر کرد بابای دختر خونه نیست و رفت در زد، یهو پدر دختر در باز کرد و زبونش بند اومد. دیگه دید چی باید بگه، یا گفت بفرمایید با کی کار دارید؟ گفت ببخشید نوری خونه است؟ بابای دختر یه نگاهی کرد و اسم دختر نوری بود، بابای نگاهی کرد و گفت بابای نوری هم خونه است. گفت پس دیگه نور علا نوره، الان دیگه نور علا نوره. خلاصه داستان امشب مهمانان عزیزی در جمع ما هستند که باعث شادی دل شما هم حتما خواهد بود. اما همطور که عرض کردم حدود 27 دقیقه دیگه کلیسای هفت آغاز خواهد شد. دفترهاتون و قلمهاتون رو آماده کنید مثل همیشه. بعد هم معیار خیلی تکرار میکنی، هر هفته میگم به حافظتون اعتماد نکنید. حافظه فراره، همیشه قلم و کاغذ و یادداشت بردارید، نکاتی که خدا باهاتون صحبت میکنه، آنچه که در پیغام میشنوید، حتی وقتی صدای خدا رو در قلبتون میشنوید از طریق آیات خدا باهاتون صحبت میکنه، اونها رو برای خودتون یادداشت کنید، تاریخ بزنید و پیغامی که خدا بهتون داده، وعده هایی که خدا داده روش بایستید. خداوند امین و عادل و او روی وعده های خودش خواهد ایستاد. اما ما هفته گذشته اگه خاطرتون باشه برادر عزیزم علیرضا رامی رو اینجا در شبکه هفت داشتیم، شبان کلیسای فورت فورت، و بسیار پیغام جذابی رو برای ما آوردن، کلام عالی رو ازشون شنیدیم. موضوعش بود فریاد و فریادرس و از درد و فغان امروز زندگی بشر صحبت کرد و مشکلاتی که هست و سوالاتی که خیلی وقتا برای ما پیش میاد، مثل سوال معروفی که هر موقع تو سختی میریم به خدا میگیم چرا من، چرا این همه بلا باید به سر من بیاد. چند نفرتون تا حالا این سوال از خدا کردید؟ من اول اعتراف کنم، مرسی بچه‌های پشت دوربینم دستشون رفت بالا، من خودم اینجا به عنوان یکی از اون شاهدان زنده بارها و بارها از خدا سوال کردم خدایا چرا من. براتون زیاد کلاس روحانی هم نمیخوام بذارم، 20 سال پیش این سوالا رو میکردم، الان دیگه نمیکنم. چرا؟ هنوزم یه وقتایی سوال میکنم، بذارید خیالتون راحت کنم. مگه کشیشم از این سوالا میکنه؟ کشیشم یه آدم معمولیه مثل شما، هیچ فرقی نمیکنه. هممون وقتی تو سختی میریم ممکنه خیلی وقتا چراهایی در ذهن ما شکل ببنده، اما یه امای بزرگ وجود داره. وقتی از خدا شناخت داریم، این چراها برای کسایی که از خدا شناخت دارن زیاد طول نمیکشه. میدونی چرا؟ چون ما به نیکویی خدا اعتماد داریم.
چون باور داریم خدا به واقع نیکوست و او هدفش این نیست که حال ما رو بگیره، هدفش این نیست که روی ما رو کم کنه، هدفش این نیست ما رو اذیت کنه. پیغام بسیار عالی بود. علیرضا جان، برادر رامی بسیار عالی این پیام رو در واقع رسوندن و چقدر باعث برکت همه ما بود. اما این هفته برادر عزیزمون کشیش ناصر همونطور که اشاره کردن در شهر آتلانتا، آتلانتا در واقع شهریه که شرق ایالت مادر تگزاس میشه، یه جورایی میشه گفتش که جنوب شرقی آمریکاست، درست میگم؟ بله. و عرضم به حضور شما که من آتلانتا تو فرودگاهش یکی دو بار بودم و هواپیما هم از اونجا چند بار رد شده، بسیار سرسبز و پر از درخت و همیشه برام جذاب بوده. هنوز قسمت نشده که برم و از نزدیک ببینم، ولی اون طبیعت سرسبزش خیلی هم شنیدم. ایرانیهای زیادی هم اونجا زندگی میکنن. برادر چند سال آتلانتا هستین؟ نزدیک به بعد از انقلاب که برگشتم دیگه، بعد از ایران اومدم دیگه 30 سال، ولی حدودا 40 ساله که تقریبا آمریکام. واو. و همه این مدت آتلانتا بودید؟ خدا رو شکر هم بیشتر. خدا رو شکر. آتلانتا رو دوست دارید پس که 40 ساله موندید؟ آتلانتا به طور کلی، ایالت جورجیا جای خیلی خوبی برای زندگی، برای پرورش خانواده، ایماندار هستن، یعنی مسیحیت و با خدا بودن مفهوم داره اونجا. همینطور که میدونم تو ایالت تگزاس هم همینطوره. برای همین وقتی نگاه میکنی به اینا، به علاوه این که مخارج زندگی اگه بخوای مقایسهش بکنی با نیویورک، با کالیفرنیا، بله، اصلا قابل مقایسه نیست. انتخاب دشواری نبود که همه سال اونجا بمونیم. خدا رو شکر. خوشحال هستم که اونجا خوشحالید. یه چیز جالب براتون بگم، خیلی شباهت‌هایی هست همونطور که برادر اشاره کردن بین آتلانتا و تگزاس، و حتی به تاریخ آمریکا که برگردید، در تاریخ آمریکا هم نقاط مشترک زیادی بین این دو ایالت وجود داره. نگاهشون نسبت به بردهداری، رفتارها و سیستم و ساختار در واقع اجرایی ایالتیشون، و خیلی تشابهات هست. تگزاس خدا رو شکر خدای ایالت رو خیلی برکت داده. آتلانتا هم همینطور هم که اشاره کردن، کلیساها زنده است در این ایالت ها. به طور کلی در آمریکا، برای اطلاعتون بگم، ایالت های جنوبی از نظر ایمانی خیلی قوی ترن، ولی هرچی به سمت شمال میرید یه مقداری کلیساها بیشتر به سمت کلیساهای لیبرال میره و یه مقدار محیط متفاوته. و خوشحالم که شما هم برادر عزیز سالهای سال در آمریکا منشأ خدمات بسیاری بودید. میدونم که شما خدمت در واقع گسترده‌ای رو دارید علاوه بر خدمت محلی، و حتی در اروپا در جاهای مختلف از طریق، یعنی اینترنت وسیله ای برای شما که بتونید کلیساها رو در اونجا خدمت بکنید، شاگردسازی میکنید، و چقدر خوب و عالیه. و دعا میکنم که خدا از این جنس خادمین بسیار بلند کنه تا با یه همچین قلب و دلی با ایثار و فداکاری از وقتشون، زمانشون، انرژیشون برای ملکوت خدا. برادر امروز راجع به چی میخواید برای ما صحبت کنید؟ امروز موضوعی رو که خداوند هدایتم کرد راجع بهش صحبت کنم، صلیب عیسی مسیح. ربطم داره، چون پنتیکاست مفهومی نداشت اگر صلیب مسیح نبود. دقیقا. اونچه که بر صلیب برای ما انجام داد. میخوام نگاهی بکنیم ببینیم آیا اگر از زاویه متفاوت بهش نگاه بکنیم، آنچه را که در زندگی دیگران و میبینیم در کتاب مقدس هم ثبت شده، مکتوبه، کسی که تونست از زاویه متفاوت به صلیب نگاه کنه، آیا در زندگی ما میگونه خواهد بود یا نه؟ بسیارم عالی. پس شما عزیزان رو تشویق میکنیم پیغام رو گوش کنید. یه چیز جالب براتون بگم، در کلیساهای امروزی، اینو با درد میگم البته، خیلی از کلیساهای بهش اینجا میگن پراسپریتی چرچ، خیلی از این مدل کلیساها زیاد راجع به صلیب مسیح صحبت نمی‌کنن و یه تز مخصوص به خودشون دارن. وقت و فرصت ما محدود، من نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، ولی وقتی من می‌شنوم که یه واعظ میگه من می‌خوام راجع به صلیب مسیح صحبت کنم، به شخص خودم به عنوان یه خادم، به عنوان یه واعظ، قلبم به شور و هیجان میاد، چون من شخصا خودم مهمترین و جذابترین موضوع در مسیحیت که اصلا فلسفه مسیحیت و اون حکمت پشت همه باورهای ما در مسیحیت برمیگرده به صلیب. و زمانی که راجع به صلیب صحبت می‌کنیم، در واقع اصول ایمان مسیحیه. پس امروز شیش دنگ لطفاً تخمه نشکنید پای کلیسا، لطفاً قرمه سبزی و خورش قیمه نخورید، لطفاً جوک تعریف نکنید، لطفاً با تلفن دستیتون گیم بازی نکنید، خاموش کنید اگه لازمه تلفناتون رو، بچه‌هاتون رو حتی دور هم جمع کنید، به عنوان خانواده در کلیسا شرکت کنید. یادتون باشه اعضای کلیسای هفت، شما امشب الان زمانی که رفتید به کلیسا، اگر حکومت و نظام درهای کلیسای ساختمانی رو بسته، خداوند از آسمان درهای کلیسای هفت رو برای شما باز کرده که بتونید عضو مفید کلیسا باشید. آنچه که از خداست بشنوید، اطاعت کنید و اونها رو
در واقع انتقال بدید به دیگران تا زندگی های مردم تبدیل بشه. اما راه های ارتباطی ما رو که معرف حضورتون هست یک بار دیگه اشاره میکنم. همونطور که میدونید در ساتلایت در یاهست پلاس ما رو میتونید در واقع ملاحظه بکنید برنامه هامون رو. همچنین برای جی ال ویز ما هستیم که میتونید در قسمت جی ال ویز اونایی که اسمارت تیوی دارید با دانلود کردن اپلیکیشن جی ال ویز و اونایی که کامپیوترتون رو توسط کابل وصل میکنید به تلویزیون میتونید از طریق کامپیوترتون و اونایی که جی ال باکس دارید از طریق جی ال باکس میتونید این برنامه ها رو دنبال بکنید. وبسایت شبکه 7 در خدمت شماست. بچه‌ها براتون همین الان گذاشتن روی صفحه. از طریق وبسایت میتونید برید برنامه‌های پخش زنده رو ببینید. همینطور رادیو 7 که رادیو دیجیتال از طریق وبسایت ما تمام برنامه‌های شبکه 7 به شکل صوتی از اونجا برای شما قابل شنیدن هست و میتونید از اونها استفاده بکنید. یوتیوب شبکه 7 کانالی است که تمام برنامه‌های ما اونجا به صورت آرشیو منظم همه اونجا هست. میتونید با مراجعه به کانال یوتیوب ما از کلیه برنامه‌هایی که موجود بوده استفاده بکنید. به ترتیب تاریخ داره، شماره داره، اسم داره و همه رو میتونید استفاده کنید. تلگرام شبکه 7 فایل ها کوچیک میشه، فایل های ویدیویی که قابل دسترس به طور خاص برای شما عزیزانی که در ایران هستید قابل دسترس باشه. پادکست کلیسای 7 که هر هفته فایل MP3 برای شما عزیزان اونجا موعظه ها همه گذاشته میشه از ابتدا تا به حال که کلیسای 7 رو شروع کردیم. الان چند سال همه موعظه ها اونجا هست و میتونید برید موعظه ها رو اونجا گوش کنید. ایمیل راه در واقع دیگه ایمیل رو باید بگیم سنتی، یه زمان ایمیل جذابیت داشت، الان دیگه سنتی روش ایمیل، اینقدر راه‌های جدید اومده که شما میتونید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید. فیسبوک ما برنامه‌ها رو به صورت زنده برای شما پخش میکنه و بعد اون برنامه‌هایی که زنده پخش میشه روی فیسبوک باقی میمونه در پیج کلیسای 7 و شبکه 7 و شما میتونید اونجا برید و برنامه‌ها رو دنبال کنید. عرض کنم به حضور شما که خلاصه هر چی که راه بوده ما سعی کردیم به طرق مختلف فضا رو برای شما آماده کنیم تا شما عزیزان بتونید در این مشارکت با ما همراه بشید. خیلیاتون میگید در شهر ما مثلا سیگنال شبکه 7 رو نداریم، پارازیت هست، اینجوره اونجوره، ولی خدا اینقدر ابزارهای مختلف رو باز کرده که مثلا اینستاگرام یه راه دیگه مونه. از طریق اینستاگرام با ما میتونید در ارتباط باشید و برنامه‌های ما رو ببینید و همینطور به ترتیب هر کسی با هر سلیقه‌ای میتونه وقتش رو بیاد و از کلام خدا بشنوه، از محبت خدا بشنوه و غرق بشیم در عشق و محبت خدا که نیاز حقیقی امروز ماست تو این دنیایی که خیلی شلوغ پلوغه و به قول گفتنی کسی به کسی نیست. وقتی به خدا وصل میشی دیگه احتیاج زیاد به آدم ها نیست و اون موقع میدونی که به منبع فراهم کننده، به پدری که بیمنت میبخشه وصل خواهی بود و او برای تو فراهم خواهد کرد. یک دقیقه و 55 ثانیه تا پایان این برنامه 15 دقیقه‌ای که مقدمه است بر کلیسای 7 و 17 دقیقه حدوداً تا شروع کلیسای 7 زمان داریم. امروز برادر با هم دیگه پرستش خواهیم کرد. من خیلی هیجان دارم. شما هم هیجان رو دارید؟ همیشه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. و با هم دیگه خدا رو پرستش خواهیم کرد در کنار برادر عزیزم کشیش ناصر جلالی و بقیه خادمین کلیسای 7 و یک مهمان عزیز دیگه در خدمت شما عزیزان و سروران و گرامیان خواهیم بود. پیغام رو گوش کنید، راجع به صلیب مسیح هست و برادر امروز برای ما صحبت خواهند کرد و مطمئنم که باعث برکت شما عزیزان خواهد بود. اما شما در این حال ما همیشه تشویقتون کردیم با ما در ارتباط باشید. لطفاً مشارکت‌های خودتون رو از طریق تلگرام به شکل شهادت‌های صوتی میتونید برای ما بفرستید. درخواست‌های دعاتون رو میتونید برای ما بفرستید که ما ویژه برنامه دعا داریم ماهی یک بار و اولین سه شنبه هر ماه در واقع شمسی میدونید ما برنامه زنده یک ساعته دعا داریم که در خدمت شما هستیم. و در این حال اگر شهادتی هست، اگر پیشنهادی هست، انتقادی هست به جان می‌خریم، از شما خواهیم شنید. بارها که شما زینا اشاره کردن که این شبکه شبکه خود شماست، این شبکه هدیه خداوند به ایمانداران فارس زبانه و همه شما در واقع میتونید مشارکت کنید و سهم داشته باشید در این کار. اینطور نیست که یه عده خدمت کنن و یه عده خدمت بشن. همه ما به عنوان نقش کاهن خوانده شدیم خدا رو خدمت کنیم. دو هفته پیش پیغامی که من آوردم در موعظه یادتون هست صحبت شد، گفتیم ما تو مسیحیت در واقع افراد تماشاچی نداریم و همه خادمیم، همه به کهانت خوانده شدیم و همه این فیض بر سرمون هست. فیض مسیح با شما باشه. من با تو خداحافظی نمی کنم. 15 دقیقه مرحله آماده سازی قلبمون رو داریم. قلبا رو آماده پرستش کنید. برمیگردیم با هم دیگه در خانه های شما در حضور خداوند خدا رو خواهیم پرستید و او امروز ما رو مبارک خواهد کرد. به نام مسیح.